درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه ای از مهمترین خبرها. مسعود پزشکیان و سعید جلیلی شامگاه دوشنبه در صدا و سیما با موضوع فرهنگ و سیاست با یکدیگر مناظره کردند. ایران سازمان ملی هوش مصنوعی تأسیس می کند. مشاور خامنه ای خطاب به اسرائیل گفت اگر به حزب الله حمله کنید با تمام امکانات وارد می شویم. شماری از خانواده های قربانیان حمله حماس به اسرائیل شکایتی را علیه ایران، سوریه و کره شمالی به دادگاهی در آمریکا تسلیم کردند. جو بایدن از رأی دیوان عالی آمریکا مبنی بر مصونیت محدود دونالد ترامپ انتقاد کرد. و محل اجرای کنسرت داملا خواننده زن جمهوری آذربایجان با دستور دادستانی اردبیل پلم شد. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز شنبه دوم جولای 2024 میلادی برابر است با 12 تیر ماه سال 1403 خورشیدی. مسعود پزشکیان و سعید جلیلی دو نامزد راهیافته به مرحله دوم 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران شامگاه دوشنبه 11 تیر ماه در صدا و سیما روبروی هم نشستند و با موضوع فرهنگ و سیاست با یکدیگر مناظره کردند. در این مناظره که بخش پایانی آن به مشاجره دو طرف تبدیل شد، هر دو نامزد مورد تایید جمهوری اسلامی از نگرانی حاکمیت بابت نرخ پایین مشارکت مردم پرده برداشتند و با وعده‌هایی در مورد سرعت اینترنت، مذاکره با کشورهای خارجی، به رسمیت شناختن حقوق اقشار مختلف مردم و حل مشکلات اقتصادی تلاش کردند که رأی بیشتری برای صندوق نظام جمع‌آوری کنند. سعید جلیلی در بخشی از سخنانش ستاد مسعود پزشکیان و حامیانش را به ترویج فضای کذب و خبرهای دروغ متهم کرد و گفت که آنها برای اداره کشور برنامه‌ای ندارند. مسعود پزشکیان در این مناظره هم مانند مناظرات پیشین به نادیده گرفته شدن حقوق مردم در جمهوری اسلامی و شنیده نشدن صدای اعتراضاتشان اعتراف کرد و با بیان اینکه مشکل اصلی فقرا در ایران مسئولان جمهوری اسلامی هستند و آمریکا، اذعان کرد که مردم ایران در جایی که باید بازی داده نشدند. در بخش پایانی مناظره شامگاه دوشنبه سعید جلیلی طرف مقابل را به نداشتن برنامه و تجربه متهم کرد و مسعود پزشکیان هم به دولت درسایه کنایه زد و گفت امکان ندارد که کسی بیرون از یک سازمان و ساختار بتواند برای آن برنامه بنویسد. پزشکیان به رشد نقدینگی در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی اشاره کرد و گفت ما به دلیل سوء مدیریت روزی چند میلیارد به کشور ضرر میزنیم. او در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد که با وضعیت موجود امکان رشد 8% که دولت 13 و سعید جلیلی مطرح کرده اند وجود ندارد. هنگامی که سعید جلیلی مدعی شد که میتواند رشد اقتصادی را به 8% برساند، پزشکیان خطاب به مردم گفت که حاضر است از انتخابات کنار برود، اما چنانچه جلیلی نتوانست رشد اقتصادی را به 8% برساند، او را اعدام کنند. همزمان با درخواست رئیس ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان از نهادهای قضایی برای برخورد با رسانه‌های حکومتی به خاطر مداخلات آشکار و نهان آنها علیه پزشکیان و تبلیغ به نفع رقیب او، صدا و سیما هم به نقض بی‌طرفی در مناظره‌های انتخاباتی متهم شد. علی عبدالعلیزاده رئیس ستاد انتخاباتی پزشکیان روز سه‌شنبه در نامه‌ای به قوه قضاییه و ستاد انتخابات کشور، دادستانی و شورای نگهبان در خصوص مداخلات آشکار و نهان برخی رسانه‌های حاکمیتی از جمله خبرگزاری‌های پارس و تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران همراه با روزنامه‌های جوان و کیهان شکایت کرد. او با اشاره به ماده 68 قانون انتخابات کشور مبنی بر ممنوعیت هر گونه فعالیت‌های تبلیغی یا ضد آن توسط مؤسسات و نهادهای دولتی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، خواستار برخورد با این رسانه‌ها شد. در حالی که موضوع فروش نفت ارزان ایران به چین بار دیگر
در تبلیغات انتخاباتی اصلاح طلبان مطرح شده. وزیر نفت ایران میگوید که فروش نفت فقط منحصر به چین نیست و میزان تخفیف ارائه شده بسیار کم است. به گزارش خبرگزاری مهر، شنبه 12 تیر ماه، جواد اوجی گفت به 17 کشور جهان نفت صادر میکنیم و میزان تخفیف ها از انگشتان دست من کمتر است. اوجی همچنین با تاکید بر اینکه کشور در جنگ اقتصادی است گفت نمیتوانیم آمار و اعداد و همچنین خریداران نفت را اعلام کنیم. به این سخنان را در پاسخ به اخباری درباره صادرات نفت به اروپا بیان کرد. اوجی میزان تولید نفت را روزانه 3,670,000 بشکه در روز اعلام کرد و گفت هر دولتی در آمریکا بر سر کار بیاید در فروش نفت ایران تأثیری نخواهد داشت. ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه گفت بدون توجه به اینکه چه نامزدی در دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری در ایران به پیروزی میرسد، واشنگتن انتظار وقوع یک تغییر اساسی در ایران را ندارد و دور اول انتخابات را آزاد و عادلانه نمی‌داند. بدن پاتل سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت ما هیچ انتظاری نداریم که این انتخابات با هر نتیجه‌ای که داشته باشد منجر به تغییری اساسی در مسیر ایران شود یا رژیم ایران را به سمت احترام بیشتر به حقوق بشر و کرامت بیشتر برای شهروندان سوق بدهد. پاتل همچنین نسبت به صحت آمار رسمی ارائه شده از سوی جمهوری اسلامی در مورد دور نخست انتخابات ریاست جمهوری ابراز تردید کرد. وی تاکید کرد حتی اعداد رسمی دولت ایران در مورد میزان مشارکت مانند بسیاری از موارد دیگر که به رژیم ایران مربوط می شود قابل اعتماد نیست. قوه قضاییه جمهوری اسلامی شیوه نامه احراز توبه مجرمان را ابلاغ کرد. التزام عملی به انجام فرایض دینی و اظهار ندامت و تعهد کتبی از جمله مصادیق توبه است. این شیوه نامه یادآور پروژه توابسازی زندانیان سیاسی و عقیدتی از سوی جمهوری اسلامی در دهه 60 است. همزمان با ابلاغ شیوه نامه احراز توبه، غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندانها از ایجاد سامانه‌ای برای ثبت هوشمند رفتار زندانیان به منظور بهره‌مندی آنها از ارفاقات قانونی خبر داد. او گفت فعالیت و مشارکت زندانیان در برنامه‌های مختلف اصلاحی و تربیتی در سامانه‌ای به نام دنا ثبت می‌شود و بهره‌مندی آنها از ارفاقات قانونی بر مبنای امتیازات ثبت شده در سامانه خواهد بود. سرپرست ریاست جمهوری و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران ماده واحده تشکیل شورای ملی راهبردی و تأسیس سازمان ملی هوش مصنوعی را به نهادهای حکومتی ابلاغ کرد. تشکیل این نهاد 29 خرداد ماه امسال در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده بود و رئیس آن توسط رئیس جمهوری منصوب خواهد شد. شورای عالی انقلاب فرهنگی روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری موظف است که ظرف مدت 3 ماه از زمان ابلاغ سند اساسنامه سازمان ملی هوش مصنوعی را با همکاری ارگان‌های مرتبط تدوین کرده و جهت تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال نماید. طبق ادعای سند، جمهوری اسلامی ایران در افقی 10 ساله در جمع 10 کشور پیشرو جهان در این حوزه قرار می‌گیرد. مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران از کمبود 2000 دستگاه خودرو در آتش‌نشانی‌های سراسر ایران خبر داد و گفت که بیشتر خودروهای موجود هم به سن 30 سالگی و فرسودگی رسیدند. قدرت الله محمدی روز دوشنبه در 6th همایش و نمایشگاه بین‌المللی آتش‌نشانی و ایمنی شهری گفت که تأمین این میزان خودروی آتش‌نشانی در کشور با بودجه شهرداری‌ها امکان پذیر نیست و بودجه فعلی تنها به حقوق آتش‌نشان‌ها می‌رسد. به افزود تجهیزات آتش‌نشانی ارزبری بالا و قیمت بالایی دارند، بنابراین باید بودجه ملی در مجلس برای آن تعبیه شود. این مقام آتش‌نشانی هشدار داد که در صورت رسیدگی نکردن به این موضوع وضعیت در برخی شهرها بسیار خطرناک خواهد شد.
گزارش‌های محلی حاکی از آن است که ماهی‌های موجود در تالاب انزلی اکنون به 5 تا 10% کاهش یافتند و در نتیجه کاهش شدید عمق آب، صیادان این منطقه یا برای ماهیگیری به سمت دریا می‌روند یا به ناچار شغل اجدادیشان را ترک می‌کنند. فعالان محیط زیست از مدت‌ها قبل هشدار دادند که خطری مشابه دریاچه ارومیه تالاب انزلی را تهدید می‌کند، اما آنطور که از سخنان کنشگران محلی برمی‌آید، این پهنه آبی در شمال ایران هم در اثر بی‌اعتنایی و ناکارآمدی رو به نابودی است. آنجا که بر اساس پیش‌بینی برخی پژوهش‌ها تا پایان قرن جاری دیگر تالابی وجود نخواهد داشت. برندگان عزیز، در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. با ادویه جوجه کباب صدف، تهیه یک جوجه کباب لذیذ و آبدار خیلی ساده است. گوشت جوجه رو بعد از شستن به اندازه های مناسب میبریم، کمی روغن اضافه میکنیم و ادویه جوجه کباب صدف رو روی اون میپاشیم و بعد همراه با سبزیجات دلخواهمون به سیخ میکشیم. خب، آتیش هم که آماده است. حالا جوجه ها رو کباب میکنیم و کمی بعد با لذت نوش جان میکنیم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران هشدار داد که اگر اسرائیل حمله همه جانبه را علیه گروه حزب الله لبنان آغاز کند، خطر شروع یک جنگ منطقه‌ای وجود دارد که در آن جمهوری اسلامی و محور مقاومت با تمام امکانات در کنار حزب الله خواهند ایستاد. نشریه آلمانی بیلد هم به نقل از منابع دیپلماتیک احتمال داد که جنگ اسرائیل علیه حزب الله لبنان از اواسط ماه جولای آغاز شود. کمال خرازی، مشاور علی خامنه ای در امور خارجی و وزیر خارجه پیشین ایران، در گفتگو با روزنامه فاینانشال تایمز که روز سه‌شنبه منتشر شد گفت تهران علاقه‌ای به یک جنگ منطقه‌ای ندارد، اما با احتمال گسترش جنگ به کل منطقه، همه کشورها از جمله ایران در آن درگیر خواهند شد. و افزود در چنین شرایطی ما چاره‌ای جز حمایت از حزب الله نداریم. به گفته خرازی، گسترش جنگ به نفع هیچ طرفی نیست، نه ایران نه آمریکا. به دنبال دستور ارتش اسرائیل به فلسطینی ها در بخش شرقی خان یونس و منطقه دیگری در جنوب شرقی باریکه غزه برای تخلیه، خروج هزاران تن از ساکنین این مناطق از دوشنبه شب 11 تیر ماه آغاز شده و هنوز ادامه دارد. دستور ارتش به تخلیه به عملیات جدید اسرائیل در این مناطق از جنوب غزه تبدیل شده است. فرمان تخلیه بعد از آن داده شد که روز دوشنبه موجی از حملات راکتی از خان یونس به سوی اسرائیل صورت گرفت. دست کم 20 راکت جنوب اسرائیل را هدف قرار داد که آسیب
جانی به دنبال نداشت. گزارش شده که راکت ها به فضای باز اصابت کردند و بقیه راکت ها با سامانه دفاعی گنبد آهنین رهگیری شدند. سازمان جهاد اسلامی فلسطین که در شمار گروه های نیابتی جمهوری اسلامی ایران است، مسئولیت حملات راکتی روز دوشنبه به اسرائیل را بر عهده گرفت. اتحادیه ضد افترا روز دوشنبه به نمایندگی از 125 قربانی و خانواده قربانیان حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل دادخواستی را علیه سوریه، ایران و کره شمالی به دادگاه فدرال واشنگتن ارائه کرد. در این دادخواست گفته شده که این سه کشور با حمایت مالی، نظامی و تاکتیکی برای این گروه افراطی فلسطینی به آنها در حمله به خاک اسرائیل یاری رساندند. این خانواده ها و قربانیان خواستار دریافت 4 میلیارد دلار غرامت شدند. شاکیان این پرونده شهروندان آمریکایی مجروح شده در روز 7 اکتبر و همچنین شماری از خانواده های کسانی هستند که در این حمله کشته شدند. اتحادیه ضد افترا با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که این شکایت بزرگترین پرونده حقوقی علیه کشورهای خارجی در ارتباط با حمله 7 اکتبر به شمار می رود و همچنین نخستین شکایتی است که توسط یک سازمان یهودی حمایت شده است. در آستانه ارسال جنگنده های F-16 به اوکراین از توی هلند، روسیه اعلام کرده که 5 فرمان جنگنده چند منظوره SU-27 اوکراین را با موشک های اسکندر ام در فرودگاه میرهورود در منطقه پولتابا در مرکز اوکراین منهدم کرده و به 2 فرمان جنگنده دیگر در این فرودگاه آسیب رسانده است. اوکراین تایید کرد که چندین حمله به این فرودگاه صورت گرفته، اما روسیه در مورد خسارات وارده اقرار می‌کند. ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان در اولین سفر به کیف از زمان یورش نظامی روسیه به اوکراین با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد. سفر غیر منتظره رهبر مجارستان به اوکراین در روز سه‌شنبه 12 تیر ماه یک روز بعد از آن صورت گرفت که بوداپست ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به دست گرفت. ویکتور اوربان برخلاف اکثر رهبران دولت‌های اتحادیه اروپا رابطه نزدیک کشور خود با روسیه و ولادیمیر پوتین را حفظ کرده است. سفر اوربان به کیف از این نظر که او منتقد آشکار کمک‌های نظامی غرب و ناتو به اوکراین بوده مورد توجه قرار گرفته است. ولادیمیر زلنسکی از ویکتور اوربان به دلیل عدم حمایت از کیف انتقاد کرده بود. در پی حکم دیوان عالی ایالات متحده مبنی بر مصونیت محدود دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین و نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 2024، جو بایدن این اقدام را نادرست خوانده و تاکید کرد که هیچ کس نباید بالاتر از قانون قرار بگیرد. رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه اول جولای 2024 در یک سخنرانی در کاخ سفید هشدار داد تصمیم امروز بدین معنی است که هیچ محدودیتی برای کاری که یک رئیس جمهور میتواند انجام بدهد وجود ندارد. بایدن این حکم دیوان عالی را اصلی اساساً جدید و رویه‌ای خطرناک توصیف کرد. تا این حکم رئیس جمهوری پیشین آمریکا برای اقدامات رسمی خود از مسئولیت کامل برخوردار است و برای اقدامات غیر رسمی مسئولیت ندارد. بایدن در سخنانش به حمله روز 6 ژانویه 2021 به ساختمان کنگره اشاره کرد و از آن به عنوان یکی از سیاه‌ترین روزها در تاریخ آمریکا نام برد. او گفت مردم آمریکا باید تصمیم بگیرند که آیا می‌خواهند یک بار دیگر برای ریاست جمهوری به ترامپ اعتماد کنند، آن هم حالا با دانستن این نکته که او تشویق شده تا هر کاری را هر موقع که دوست دارد انجام بدهد. او گفت در آمریکا پادشاه نداریم، هر کدام از ما مقابل قانون برابریم، هیچ کس بالاتر از قانون نیست، حتی رئیس جمهور. برندگانش من بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. درست انتخاب کنید. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر،
اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس 818-818-0707 hidarilagroup.com. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلچر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان های مجرب و ارائه واکسن های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه، درکه، دربند، چلو کباب سفارش میدادیم؟ غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیره بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. در کلینیک استوکهلم دسپاس زیر نظر دکتر مهناز جمالی می توانید از خدمات بی‌نظیر این کلینیک بهره مند شوید. خدماتی همچون لیزر مو، بوتاکس، فیلر، شفافسازی و جوانسازی صورت، بوتاکس های درمانی، عضلسازی بدن و کاهش وزن. برای کاهش وزن شما می توانید با استفاده از سماگلوتاید در کوتاه ترین مدت زمان به وزن دلخواهتان برسید. پکیج کامل زیبایی و جوانی خود را در کلینیک سوکالم دسپاس تجربه کنید. شماره تماس 562-459-7043. ایرانیان عزیز ساکن آمریکا و کانادا، برای رفع مشکلات حقوقی شما در ایران با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما حل شدنی است. فروش املاک شما در ایران جهت ایرانیان خارج از کشور، اخذ اجازه افک پیش از فروش املاک، انجام کلیه امور حقوقی مربوط به دادگاه‌های حقوقی و تجدید نظر در دیوان عالی کشور، دریافت شناسنامه، گذرنامه، تنظیم وکالتنامه، اعم از کاری و فروش، ثبت رسمی ازدواج و طلاق شرعی. با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما در ایران حل شدنی است. تلفن 949-202-7288. خوشبختانه همه چی قانونن درست شد. خبرها را دنبال میکنیم. رئیس جمهوری ونزوئلا اعلام کرده است که پیشنهاد آغاز دوباره مذاکره مستقیم با آمریکا را پذیرفته است. در این گفتگوها ونزوئلا خواهان رفع تحریم‌های اقتصادی فلج کننده است که در یک دهه گذشته از سوی آمریکا علیه این کشور وضع شده است. نیکولاس مادورو این خبر را در شرایطی اعلام کرده که کمتر از یک ماه تا انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا فرصت باقی است. انتخاباتی که به نظر می‌رسد سخت‌ترین چالش برای حزب او در دهه‌های اخیر باشد. در خبری دیگر، شهروند ترکی که با استفاده از چاقو و فحاشی چند گردشگر عربستان سعودی را در استانبول ترکیه تهدید کرده بود دستگیر شد. به گزارش الحدث، این شهروند ترک گردشگران سعودی را به مرگ تهدید کرده بود. در پی انتشار اخباری در مورد تجاوز و آزار و اذیت کودکی 7 ساله در شهر کایسری ترکیه، برخوردهای بیگانه ستیز با گردشگران و ساکنان عرب تبار ترکیه شدت گرفته است. ترکیه اعلام کرده که 474 تن در پی حمله به مغازه‌ها و خودروهای اتباع سوری بازداشت شدند. از سوی فخرالدین آلتون،
رئیس اداره ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه تاکید کرده که کشورش از نزدیک اقدامات خرابکارانه و تحریک‌آمیز که باعث ایجاد تنش می‌شود را زیر نظر دارد. مواضع التان در پی عملیات تخریب علیه دارایی‌های متعلق به شهروندان سوری در استان قیصریه در مرکز ترکیه اعلام شد. از سوی دیگر وزیر کشور ترکیه روز دوشنبه از دستگیری 67 تن از عاملان عملیات خرابکارانه علیه دارایی‌های متعلق به شهروندان در ایالت قیصریه در مرکز ترکیه خبر داد که در پی شایعات مربوط به اقدام یک پناهجوی سوری به تجاوز به یک دختر 4 ساله سوری رخ داده است. محل کنسرت مصومه ممدوبا معروف به داملا، خواننده زن جمهوری آذربایجان که از چند روز گذشته در تبریز و اردبیل کنسرت داشت، با حکم دادستانی اردبیل و به اتهام مراسم هنجار شکنانه و غیرقانونی روز سه‌شنبه 12 تیر ماه پلم شد. پخش ویدیوهایی از کنسرت این خواننده شناخته شده در فضای مجازی در تبریز و اردبیل که بدون حجاب اجباری بود در چند روز گذشته از سوی گرایش‌های مختلف سیاسی واکنش برانگیز شد. هرچند پیش از ورود این خواننده جمهوری آذربایجان به تبریز و انتشار چند استوری در کنار عکس کشته شدگان جنگ ایران و عراق و تمجید از آنها، رسانه‌های حکومتی از جمله باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیما از حضور او استقبال کردند. به گزارش رسانه‌های حکومتی، مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که این خواننده معروف اهل جمهوری آذربایجان در چند روز اخیر با سفر به ایران و اجرای برنامه بدون در نظر گرفتن قوانین جمهوری اسلامی ایران و هنجار شکنی، به ویژه با پوشش نیمه عریان و ظاهر شدن در ملأ عام، موجبات جریحه دار شدن عفت عمومی و گلایه‌مندی شهروندان و هموطنان و اقشار مختلف را فراهم کرده است. بینندگان عزیز، به بخش پایانی خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق برنامه آقای شهرتی. روزگار خوش رو براتون آرزو.